حسن صاحچو هستم. در برنامه این هفته میخواییم به سراغ یه زن منحصر به فرد در تاریخ ایران بریم، زنی که از خانواده اشرافی و شاهزادگان دوران قاجار به حساب میومد، اما پشت به پایگاه اجتماعیش کرد، به حزب توده ایران پیوست و کمونیست شد. این دختر تا جایی پیش رفت که نشریات خارجی به او لقب شاهزاده سرخ دادن. از مریم فیروز حرف میزنیم، دختر عبدالحسین میرزای فرمان فرما و نتیجه عباس میرزا نایب السلطنه معروف ایران در دوره قاجار. از دختردایی محمد مصدق حرف میزنیم، شدم بهتر و درسترش اینه که بگیم از مریم فرمان فرمایان معروف به فیروز، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و رئیس تشکیلات زنان این حزب و همینطور همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده صحبت میکنیم. حزبی که امسال 70 ساله شد. عملکرد حزب توده در ایران موافقان و منتقدان بسیاری داشته و داره، اما نام مریم فیروز برای خیلی ها یادآور همه خاطرات تاریخ معاصر ایرانه، از دوران مصدق گرفته تا انقلاب و تا زندان ها و شکنجه ها و اعدام های سیاسی بعد از انقلاب. فیلم دختر فرمان فرما ساخته محمد حسین دامنزن نگاهی داره به زندگی مریم فیروز از زبان خودش در آخرین سالهای زندگیش. آقای دامنزن دانش آموخته سینما در ایرانه و از فیلم کوتاه کارش رو شروع کرده. در کارنامه این فیلمساز فیلم درخشان ترقه هم به چشم میخوره. این هفته در برنامه آپارات فیلم دختر فرمان فرما از این فیلمساز رو میبینیم. مهمونای برنامه این هفته ما آقای علی امینی هست، مترجم، نویسنده و منتقد سینمایی که از آلمان به برنامه اومده، و همینطور مسعود بهنود که معرف حضور همه هست، نویسنده و روزنامه نگار ناصر. خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته ما. خب اگه موافقت فیلم رو با هم دیگه ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم. یه خانمی آلمانی به من گفت خانم شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت واه 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 واه، من نمیفهمم چجوری زندگی میکنم، این آسمان که اینقدر دوره دوره دوره، این کوههای پوشیده از برف. همینطور نگاهش میکردم، دم ای خدای، آیا میشه یک روزی من آسمان دور و کوههای پوشیده از برف ببینم؟ و توی زندان بودم، آسمان نگاه کردم، بعد از اون همه شکنجه و درد گفتم که خوشحالم که زندانم ولی ایرانم. خب من نمیشستم، اگر
این قیافه های شما جور زدیم که قدر بله. چه سالی به دنیا اومدین؟ چطوری بزرگ شدین؟ خونتون کجا بود؟ پدر و مادرتون کیا بودن؟ اینا رو لطفاً توضیح بدید. اینا رو من نباید روز کنم توضیح بدم. اولا این سوالی که چه سالی به دنیا آمدی خودش خیلی حرف میبره. بندم به این سوال جواب میبیدم چون خودم رو رسوا میکنم. دوم که پدر مادرم، پدرم عبدالحسین میرزای فرمانفرما بود، مادرم خانومی بود که از کرمانشاه بود، نیمه شازده نیمه سید. دیگه مجموعه فرمانفرما رو در تهران یه توضیح میفرمایید؟ مجموعه فرمانفرما یعنی چه؟ یعنی مجموعه خونه هایی که وجود داشت. اینجاهایی که شاه گرفت، تمام رو شاه گرفت که همین قصر مرمر رو پدرم زمینش و اینا رو داده بود به شاه، خوب داده به شاه، که اتفاقا اشرف هم توی خاطراتش نوشته و خیلی هم با عصبانیت که من گفتم اونجا طبیله بوده. خیلی با عصبانیت خب دختر تو فکر کن که بعدم آمدن همه باغات ما رو گرفتن و نصرت دولم اونجا باغ داشت، سارارشگرم باغ داشت، همه برادران باغ داشتن اونجا، اندر اونها هر کدوم آشپز مستقل داشتن، همه چیز مستقل داشتن که برخورد نباش. فرض کن ما یه اندرون، مادرم یه اندرون داشت بر اختیار خودش، خونه، آشپز، گلپت، تایه، نوکر، للی، هر چی بگید مثل یک خونه مستقل اونجا زندگی میکرد. که وقتی که فرض کنید برای زمستان می آوردن، کاروان ها می آمدن، برنج می آوردن، گندم می آوردن، هرچی می آوردن، این شترها می آمد تو حیات خلوت پشتی خالی می کرد اینا رو و می رفت خونه مادرم. آشپزخونه بزرگ، آشپز داشتیم، همه اینا بود. خونه مثلا سبار اون طرف باغ بود، همجور مستقل. این زندگی بلی بسته دور تا دور باغ قراولا بودن، فراشا بودن، به هیچ کس بدون اجازه نمیتونست بریم. معلم سرخانه داشتیم، جناب میرزا بود که مؤمن بود و فوق‌العاده‌ام تا اونجایی که بعداً من یادم میاد خیلی مراقب و با انسان، البته ترکه همیشه همراهش بود که ما رو بزنه و میزد. چیزی نگذشت که از این طرف اون طرف پدرم یه خانم فرانسوی رو آورد، یعنی ازش بهش حقوق میداد، اتاق، همه چیز در اختیار این خانم بود. این معلم فرانسه ما صبحای جمعه میبایستی بریم حضور پدر و شرفیاب بشیم و همین از صبح من بیچاره که مسئول دخترها بودم در پی این بودم که دخترها چجوری، خواهرها چجوری حرکت میکنن، چی و فلان، و برادرها میامدن سبار جلو بود و دیگرانم دنبالش بسید. خاجم میامد میگفت حالا وقت شرفیابی، بیم بریم تو. فرما روی یک صندلی اونطور نشسته بود و صبحانش هم جلوش بود. صبحانش شیر بود با آب، شیر خالص نمیخورد. بعد سوال میکرد سبار حالت چطوره؟ قربان زیر سایه حضرت اقدس والا داغو هستم، من چهر حالت چطوره؟ همینطور تا آخر. نوبت به دختران میرسید، مریم حالت چطوره؟ زیر سایه حضرت اقدس والا داغو هستم. همینطور تا رسید یه روزی به یکی از خواهرام خیلی راحت گفت خوبم. پدرم اخبار تو هم کردی، نگاهی به من کردی، خدا اینقدر حال من بد شده بود، میدونستم من بیچاره دعوا میشم. بعد آن نمیخواد چی رو گفتی خوبم؟ من چی گفتم؟ گفتم باید بگی زیر سایه حضرت عباس مالا داغو هست. در حال تو هم چند وقت پیش گفتم یادت هست جبره. خیلی جالب بود این جریان دخترها و پسرها که جلوی پدر، یکی که مالم صدا میکرد به هم یکی که شیرینی میداد، اگر عید بود عیدی میداد. چرا من دارم؟ اینا داره چکار میکنن؟
جواز 9 سالتون بوده که شما رو شیرینی میخورم برای پسرعموتون ناصر دوله. آره. جریانش چی بود روز خواستگاری نه چطور؟ پسرعموی من ناصر دوله بود، سرلشکر، اون موقع سرتیپ بود یا هرچی بود. و این رو که وقتی که با پدرم، من اصلا از این چیزا خبر نداشتم، یه روزی آمدن گفتن که میخوان بیان برات تو رو نامزد کنم. من بچه بودم و شازده مریم من میگفتن 7 ساله 8 ساله آمدن و همینطور شیرینی میارن و گذاشتن تمام این چیزهای طبقه های پر از شیرینی و زنم بودن. منم باشنده بودن وسط و اول شال و انگشتر این دست من رو بالا گرفتن، اول انگشتر پنجتن بعد انگشتر اصلی انداختن، بعد شال رو انداخته بوده که من زیر سنگین شال رفتم. شال رو بردار این شازده مریم نمیتونه تا سنگین براش و اینو نمیدونم شیرینی نقل ریختن رو سرم و همه دست میدادن، خوشحال بودن نامزد شد. من همه چشمم بود طبقه های شیرینی بود، همه اینا کاری نداشتن. اونا که خداحافظی کردن رفتن، من خلوف خودم انداختم روی اینو. مادرم گفت خجالت بکش، تو الان نامزد شدی. شازده چرا نامزدی شما رو به هم زد؟ اون هدف پدر چیز بود، سیاست بود، میخواست که از ماها به عنوان مهره سیاست از همه. و بعد هم عقایدی داشت برای خودش که هیچ کس در برابر اون عقاید حق نداشت حرف بزن. و خیلی هم پدرم اصرار و علاقه داشت که ماها درس بخونیم، مثلا کتاب خوندن رو من از پدر دارم. وقتی می گفتم کتاب می خوام، این ممکن نبود. کتاب من دست من می گیره و می برده، کتاب فروشی بود، تازه کتاب های فرانسوی داشت، هر چند تایی می خواستم می برم داشتم، یعنی می ریختن توی دونه چادر شب کتاب ها رو می آورد. من اون وقتم چشمام ناراحت بود، نمی دونستم، سردردهای عجیب می گرفتم. این کتاب ها رو که می خوندم از سردرد می افتم. دکتر آمده نوز نباید کتاب بخونم، منم دوزی همه کتاب می خوندم. و یادمه من نشستم صدای پدر آمد کتاب رو قایم کرد، خیلی مؤدب نشستم، وقتی آمد بلند شدم تعظیمم کردم، گفت مریم چکار می آمد؟ نشستم دو قدم نرفته بود من کتاب رو گفتم در فیختیدم. پدرم رو برون بایستادی، اینقدر حال من به هم خورد از این دروغی که گفتم، از این که مچم باز شده، هنوز رنجشو میبرم. دستتون گیره خونده این طرفتا نه همینجا باشه؟ نه نمیخوام باشه. قبلی میخوایی باشه؟ قبلی همش اینجا بود. شب گرفتار شدم، دیگه دستم هم اینجا میخوام بذارم یا نمیذارم، باید با دستور باشه. خب اون بخشی دستم آمد. حالا میرسیم به ازدواج شما با اسفندیاری. به شما چی بودن خواهی؟ من وارد این چیزها نبودم و حالا نمیشم. اون یه ارتباطی بود میون پدرم و خانواده. منم هر چه پدرم میگفت چون شاهد رنج زندگیش بودم قبول میکنم. بعدم یه روز آمدن و گفتن که با میخوان بیان تو رو عقد کنن. من اصلا خبری نداشتم که اونا خودشون در بیرونی با پدرم قرارهاشون رو گذاشته بودن. هیچ کس نمی آمدن و من رو نامزد کردن، نامزد نه عقد آمدن و عقد کردن. و منم در مقابل دستور پدر هیچ گونه به خودم اجازه نمیدادم که حرف بزنم. قرار بود انگلستان نصد دوله رو بیاره شاه بکن. خب وقتی که برادر شما میاد از طریق همدان هم میاد، ماشینی هم داشته میابوده تو راه میمونه، آیرون ساد از طرف دیگه رضاخان میبینه و میپسنده برای که شاه میشه، درسته؟ ببین عزیز من،
اون نصرت الله سابقه منو سابقه سیاسی داشته، مال یک خود قاجار بوده و اون نقشی رو که اونها میخواستن نمیتونست این بازی داشته باشه. برادراش رو چکار کنه؟ باباش رو چکار کنه؟ آخه اینا بس عزیز من. ولی رضا خان آماده بود هر کاری رو دیگر بکنه. نصرت دوله بلو من خودم برای او در این اینکه چیزایی رو بهش ایراد میگیرم خیلی مظلوم دیدم. آمده بود پلوی پدرم بگه که آمدن خونش رو میگردن، نمیدونم سرش چیزی هر پاشد ره. بعد خانومش تلفن کرد که آقا رو بردن، بردنش سمنان، مدرس رو بردن بالای خراسان، نصرت دوله رو سمنان. مادرم به من تلفن کرد، مریم اتومبیل فرستادم عقبت، پوری بیا از سمنان خبر بدی. وقتی رسیدم صدای فریاد پدرم توی خونه پیشیده بود. پسر 50 سالم مرد، نمیدون پشته دیگه. بعدن صدای پدرم کسی نشد. یه وقت در ظرف اون 2 روزه چیزی نشد. ایش من پدرم پوست رو پوست نداشت، صاف رفت یه پوست پوست و پدر خوش شد. علتش چی بود متارکه کردین طلاق گرفتین؟ اون اولا این پوزولیا به شخص شما نیومد، خیلی معذرت میخوام عزیز من. در زندگی خودش سفید اسفندیاری آدم بود، پاک بود، صاف بود، درست بود، خیلی صفات خوبی داشت. ولی 30 سال با من فاصله سنی داشت، درک نمی کردیم هم دیگر رو. این طور بود. ولی من ممکن نبود اگر تا فرمون فرمون زنده بود بخوام از این مرد شد. خانم مریم فیروز پس از اینکه از همسر اول خود جدا شد در اکثر انجمن‌های فرهنگی شرکت می‌کرد. در اون زمان انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و انجمن فرهنگی دوستان فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین محافل فرهنگی بودند. به انجمن ایران شوروی شروع کرده بود به کار. اونجا کسانی رو که من فوق العاده بهشون علاقمند بودم، صادق هدایت بود، توده یا در اونجا زیاد بودن. در انجمن فکری ها مثلا تبری اینا می آمدن، نوشین بخصوص، خیلی از این افراد شناخته شده حزبی و غیر حزبی می آمدن. در حال قهوه درست کردن اومدن این عقبان عرق بده که نداده، اگر عرق قرار داده بود خیلی چند نفرین قفی؟ پنج تا پس باید تو دو تا درست کن. افاده گفت چی میگیر قهوه ترک؟ ما ترک ها دردی من از ترک های ترکیه پرسیم بودن، ما چنین چیزی رو ندونیم. اما از که تا حالا اونا ادعای ترک بودن برای تمام دنیا میکنن. ترک از آسیای میانه هست تا اروپا هم شد. پس بنده قجرم کجایی هم ترک نیستم. چند تاریختم تو؟ 3 تاریختم. تموم نشو، سه تا کلمه میره بالا.
که میخواد تموم بشه این فرموشات نوشین و صادق هدایت هفته یک بار یا دو بار میامدن خونه من نهار اصلا احتیاجی نبود که بهشون قبلا بگم اون روزها روز اونا صادق فوق‌العاده متلکون بود فوق‌العاده یک متلکای بدونی که خودش بخنده چون چیز که میخورد این خشتی خانی نمیشه خیلی داشتم اونجا پر بود از خشتی از اینا همه رو وقتی که اون مرد دادم بود خوبتری نکشتی تنو اینه نیت داشتم خشتی جانم انداختی نکشتی شو یا نه خیلی شما چی برای اولین بار با اسم حزب توده آشنا شد؟ همون موقعی که حزب درست شد با حزب توده که از آسمون نیفتاد که منم دنبال یه جایی بودم که به راستی به زن احترام بگذارم و تنها جایی رو که ایدم دم حزب توده است. مریم زنی زیرک، جسور و ماجراجو بود که به نظر من نظیرش را باید در اسطوره ها جستجو کرد. پس ماجراجو روزی که حزبم توی ابن باوه میتینگ داشت اون روز به شاد تیراندازی کردن درسته؟ آره. بعد کیا نگفته بود به شما که میخوان تیراندازی بکنن؟ اصلا به کلی کیا تا اونجایی که من یاد دارم این احتمال رو رد کرد روز مردم که ما نیست میخوان بذارن گردن ما میم بسلا تا اونجایی که من یاد دارم و خوبم یاد دارم. وقتی کیانوری بعد از ترور شاه دستگیر شد مأمورین در صدد دستگیری مریم برآمدن رفتن و برگشتن که شما رو بگیرن شما خونه رو خالی کرده بودن. آره در رفتن هفته ها من هیچ جا نبودم که یکی از دوستان اون موقع من رو دید یادت تو شاور بودی گفتم میتونم از یادم در حالی که مأمورین خانه به خانه در جستجوی او بودند وی با نام مستعار و مشخصات شخص دیگری به دیدار کیانوری به زندان می آمد مریم برای ردبوم کردن و فریب آنان نامی به یکی از دوستانش که مقیم پاریس بود نوشت و از او خواست که نامی به امضای او از صوفیه برای خانواده فرمان فرماییان ارسال کند مأمورین سانسور مستقر در پستخانه گول خوردن و به شهربانی گزارش دادن که بی خود وقت خود را صرف نکنید و پی مریم فیروز نگردید او به صوفیه فرار کرده است درست بود این خاله؟ که همین کم و بیش و اشرف هم خیلی جالبه توی خاطراتش اشاره کرده بین روزو که این دختره اینجا ولی رئیس شهربانی ارزی این که اینو پیدا کنه نداره من میدونم اینجا ولی خاله من خاطراتم اشرف پیشمه اینو پیدا نکردم این نوشته این خاطرات اشرفه در هر حال این رو خودم خوندم توی روزنامه ها نمیگم یا یک کتاب خیلی بزرگتر از این هست الان تو این نیست شما این رو فکر میگی؟ نه فیلم من فیلم نکرد خلو میدان اسمش چی؟ میدان رازی میدان یک دورانی در زندگی زنها فوق‌العاده زیاد مطالعه کردم براستی فوق‌العاده هم بیچاره بود و بدون قانونی دیدم زندگیشون در همه جا که نگاه کنید این قوانین از مردها دفاع میکنید تا اینجا شروع شد اینجا خانمهای بدکار زندگی میکردن الان تبدیل پارک شد شما با این خانمهای برخوردی نداشتی خاله خود من اصلا رفتم در شهر نو یکی دو شب زندگی کردم البته در ذل توجهات دوستانم یعنی تو زنهای کارگری که می نزدیکی بودن وحشت می کردم یه دختر 14-15 ساله اونجا فاحشه
آخه چرا؟ چون مثلا این نون داشته، ولی دادن یک مرد 60-70 ساله 60 ساله که خسته می آمده کنه میخواد بخوابه، این دختر پرشور زنده با شب. خب طبیعیست نگاه یه پسر جوان همسایه اینو میگیره. و مطالعه جالبی بود برام. یا زنها میرفت مرتی که زن میگرد میابرد جلو چشم این میرفت بقید میخواب، این تحریک میشد عصبانی شد. چرا از زن اینقدر توقع دارن که زن صرف نظر کنه از همه احساساتش، ولی مرد هر گویی دلش میخواد بخوری. خیلی باز چی بیارم برای تو؟ حق دارین، اینقدر خودم خستم. اما در یخچالو باز کن ببین اگر چیزی دلت میخواد برد، میوه هست حتما اونجا. خب دیگه چی دارم اونجا؟ پوز دادم، شیر دارم، ماست دارم، کره و مره ندارم، چون خودم نمیخورم. شما نمیخواییم با من غذا بخوریم که این ادار در میریم؟ نه آخی، که من رو در حال غذا خوردن گیر آوردیم. چه خوب، هیچ کس هم حق حرف زدن نداره الان توی امید. حالا سری پیری و آرتیس بازی کردن عدولتی سری شما. دلت میخواد بکن اونجور خودم الان میامدم دستمال میکشیدم، ولی حالا که دلت میخواد برو بکن. خب من دستمالت رو پیدا نکردم. خب همون پس به این چی سری شد اونجا؟ چرا دنبال دستمال گردگیری رو شستن؟ آخه که کدوم بیشور میاره میذاره رو توی آشپزخونه است؟ آره باری کلو جلو شو بگیر. کجا میره؟ رفته پشت سر من قایم شده. آره دیدم، الان رو دیدم اونجا پای موشک بازی در میاره. سوال نمی کنی؟ دوست داریم برین احمد آباد سر قبر مصدق؟ بازم نمیاد، رفتم اخیرنم رفتم، ولی بازم نمیاد یک بار دیگه باز برم، چون مصدق برای من خیلی محترم و عزیز بود و هست. مصدق انسان درست و بزرگواری بود، خیلی پس به اونم به من میگفت دختر دایی شدم دیگه، من میگفت دختر دایی. Oh,
مخ ریخت در خونه مصدق شکون. خود ما هم در اون موقع در جریان فوق‌العاده سنگین و سختی که ماهار هم دستور دادن که باید پنهان بشیم، مراقب باشیم. فکر نمی کنیم بعد از کودتا، یعنی روز کودتا، شما دنبال رو مصدق بودیم؟ دنبال رو نبودیم، این یکی از حرفای نادرسته. ما راه نماش بودیم، ما امراهش بودیم، پیغامات رو خودم می بردم که دیگه نمیدون. ولی کیانوری توی کتابش نوشته بعد از 28 مرداد و روز 28 مرداد بزرگترین اشتباه ما این بود که دنبال رو مصدق شدیم. من به کیانوری کار ندارم، به نظرش من مرتب با دکتر مصدق تلفنی ارتباط داشتم. به وقتی که به هم خوردم من پیغام داد که به دختر داییم بگید هر کاری میخوان بکنن من بی اختیار به پسرش گفتم یک کمی دیر میشون. فاطمی مونده بی جا الان میاد بودم بار پایت می اینا رو نوشتم عزیز من بوده پناهنده شده بود تو کسایی دیگه برای که جایی دیگه نداشت که جا نداشت مونده که هز کیا یعنی گفت باید بیاد و آمد به من گفت گفتم بیادش آمد تو هم دو تا اتاقی که من داشتم یه اتاق در اختیارش گذاشتم و در نهایت پاکی و درستی چند روزی بود ولی خونه من خونه نبود که خیلی امن باشه. به این مناسبت بعد از 3 روزم رفت. اعدامش کردن خاطرتون هست چه روزی بود شما؟ نه چه روزی و چه چک من میدونم اعدامش کردن منم فوق العاده متاثر بودم برای خاطری که از نزدیک دیده بودم این انسان پاک بزرگواری بود. خیلی هیچ کدوم دشواری فوق‌العاده روزهای سخت مبارزه ما رو دورانشون نمیتونین درک کنی. قدم به قدم عقبم بودن و دنبالم بودن و به وضع فوق‌العاده ناهنجار. کیا از آلمان من تلفن کرد گفت نیایی رسواییه باید بیایی. نمیخواستم برم، دلم نمیامد، دستور دادن. همینطور رفتم خودم رسوندم به بغداد. بغداد رفقایی که در اونجا بودن و بهشون خبر داده بودن کمک کردن و به من یک گذرنامه دادن و تونستم رفتم که رفتم ایتالیا و بعد در ایتالیا رفقای ایتالیایی کمک کردن و همین اسم مستی رو که امروز من دارم از اونجا خودم رسوندم به موسکو. بعدم آمدیم آلمان. خیلی اینا با بی‌اعتنایی که بله باز یه نفر رو حس پرستاده که ما رو مجبور میکنه داخل آدمش بدونیم. من رفتم فضای پروفسورشون با پروفسورشون با به فرانسه حرف زدم و ایراداتی که داشتم گفتم به رفتارشون. اینا این همون موقع گفت باید فوراً این رو ما به پذیریم و بر سمت استادی در دانشگاه بهم دادم و کار کردم. که کمول بود که جو پرلو فرانسی به جنری یا ندیر جه تو دی خب بسه تو ندیر. این یه خود الان برای ما آلمانه میتونیم بگیم تو
چه کاره ای که من باید آلمانی حرف بزن؟ من هیچ کاره، من اصلا زبان انگلیسی هم بلد نیستم. خب پس چه آلمانی من هر غلطی بخوام بکنم تو خیال میکنم آلمانی؟ نه نه، این تظاهرات رو هی دوست ندارین اصلا؟ نه اصلا خوشم نمیاد که حالا من تظاهر کنم که آلمانی بلدم، فرانسه بلدم. میدونم ich möchte gerne, aber wenn Sie erlauben, ich würde Ihnen nicht sprechen. Her zaman ihr schon mal eğer dos ol harf nezenin, rabbet be hemin münasebet, ben der inca yek barmağımı darım. Yer uz tamam bir uz ma kodam palon sarım. Yer uz tamam bir uz ma kodam olmanı yardım tanım. Ruz bazeş Rusya yapmam. Ola kalat, hulut, herkü boşe, inse to zamanı dombalım. که یادم نره دست کم اون چیزایی رو که بلدم یادم نره. تم برای غذا خوردن خودم با آلمانی میگم بفرمایید خانم غذاتون رو بخورید. همین. شما کی اومدین ایران؟ ایران؟ فوری بعد از انقلاب اومدیم بیمون، معطل نشدیم، آمدیم و من زودتر آمدم از کیا و از همه زودتر خودم آمدم. و خب البته انتظارات انسان زیاده، مثل امروز فرقه میکنه در خواب و خیال، ولی خیلی خوشحال بودم که آمدم ایران، چون اروپا نتونستم مادر کنم. با وجهی که اونجا کار میکردم حقوقم خوب بود، موقعیتم خیلی خوب بود، ولی واقعا این است که دلم ضعف میرفت. وقتی که اومدیم ایران بعد از انقلاب، شما عضو کمیته مرکزی شدید. اون عضو کمیته مرکزی هم کم در اروپا منی کرده بودن یا نبودم در جز انتخابات. خب بلی، ولی کارم کار زنها بود که گزارشم هم میدادم. زنها باید بیان وارد میدان بشن، باید مبارزه کنن، از این خاموشی رو که تنها بچه شیر بدن، بچه بزرگ کنن، باید در بیان، وظیفه اونها بالاتره. این پایه کار ما که زن با مرد فرقی نداره غیر از این که بارش سنگین تره. اوائلش همونهایی که قدیمی بودن جمع شدن، بعد اتفاقا زیادم آمدن از خانواده های کارگری، از خانواده های روشن فکران آمدن. بهش طولی نکشید عزیز من، یا خودت میدونی چیزی طول نکشید که به هم خود انصافی به جانش کشتم و به جان دادمش آب ای دریقا به برم می شکنم به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جنده خود را تا برکشم از سینه بیرون تیرهای ضعف را دلخون آی آدم ها انقلابی این طبیعیه که خود من 10 سال زندان بودم، اینقدر شلاق خوردم که دکتر آمد گفت بزنین ولی میمیره. و تو سرم همطور که نشسته بودم سوال میکرد با چیز میزد تو سرم، که این طرف هم من چیز شده و لمس بود ولی میتونستم دهنم بمند. اینقدر شلاق زدن 3 بار 4 بوده 5 بار اینطوری که این پای من مثل یک متکا بود. و به هیچ کسم من ایراد ندارم که اگر زیر شلاق حرف زده باشه، مقاومت میدونم میشه کرد ولی ایرادم ندارم، چون خودم میدونم یعنیش چه رنج. این دستبند قبولی بای بای من رو دستبند قبولی زده بودن به تاق آبیزونه کردن پیار رو آوردن من رو ببین. من بالا ناله میکردم که او گفت حرفی ندارم آوردنم بود. وقتی می آوردن پایین این دست های که اینجوری بردن بخوان سر جاش بندازن خودش داستانی. قرآن یکی از چیزهایی بود که در زندان فوق‌العاده میکرد. اولا هم که گفتم یک سورسش رو حفظ کردم، دوم به جنگشون میرم. به قول اقا اسلام داریم، به اسلام بلیم.
کجای قرآن نمیشه که شما این کار میکنید؟ بچه منو بیارین جلوی من شلاق بزنید، اون وقت از من بخواهید که تنبیه کنم؟ کجا؟ برای رو زندان بود، کسی هم من وعده نداد که در زندان مرو ناز میکنه. به من هرگز این صحنه رو یادم نمیاد، پای بچه من برهنه شلاق میخورد، ناله میکرد، به منم گفتم بگو. شروع کرده بودن به کشتار که نوبت منو کیا رسیده بود، خبر کردن بیانین. خیال داشتن مار دوتا رو با این سید امامی دستور داد بود که اردوشون رو باید کش. خودشم اومد زندانم، توی این بودم که منو خواست و خیلی بدرفتار و زدنده. اسم چیه؟ دم مریم کیروز فرمون فرما. همونی که باشا ارتباط من باشا در کجا ثابت کنیم؟ در گذاشت و رفت. بعدن بهم گفتن که این از تو فوق العاده بشه. به بزرگترین افتخار برای من این بیکم سال سید امامی از من بچشون بیاد به خوشش می آمد که آمدن. گفتن ملاقات ملاقاتی بود. رفتم بیدم که تفلکی نشسته. گفت مری جان گمون کنم آخرین بار باشه که ما هم دیگریم بودم. چطور؟ گفت من رو از توی جمع که بودم، از سلولی که چند نفری بودیم، آوردن تو سلول انفرادی. منم پرشدم یک دفعه کیار جنوم. گفتم پیر جان امیدوارم که همجور که تا الان بودی مرد و مقاوم بریم. آمد تا صبح را پیر جان تو رو میخوان بکشه. پیر جان چکار کنم؟ از این نگهبانم کیا رو کشه؟ نه که خبر من دارم خبر صبح آمدن و اطباعاتون جمع همه رو ریخت توی چادر. شب رفتم بیدم توی اتومبیل کیا نشسته. اون وقتی بود که در فرانسه و اینا آمده بودن با ما مصاحبه کرده بودن. به اسم من به خصوص از چیزهای روزنامه‌های فرانسه خیلی زیاد بود که اینا رو گرفتن چجورن خیلی مفصل. کیا من گفت که دیروز قرار بود من رو اعلام کنن، نکردن چون از امام اجازه گرفتن، اون اجازه نداد. من امروز ما رو بردن، ما رو بردن توی خونه، وارد شدن به اتاق ما دادودن. از اینجا خیلی کوچیک داد زدم یکی دارم چه اتاق خونی داری. بعدم من حال ندار بودم خیلی بد. گفتم هر کاری میکنین بکنین ولی من حالم، یعنی رفتن دکتر گفت این اگر عملش نکنین میمیرم. وضعیت شد بخیلی که من فرستادن خونه دخترم که اون من ببری بیمارستان. تمامم تحت نظر. افسانه در فکر این بود که جایی برای ما پیدا کنی، یه جایی رو پیدا کرد کیارم آوردم پر که بعدم میخونه رو آی 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 دست پادر وی 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 حالا بیام لباسم بپوشم. خیلی اگر میدونستم میکنم این رقص بازی بیشتر میکردم ولی خب خیلی خب حالا ما رفتیم. خداحافظ شما. پرتغال ببر، پرتغال شیرین، پرتغال تازه. خدا برکت، خدا برکت. تازه ماریالا، تازه ماریالا.
اینی وای 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 مردم مدت این حتی اصولا منو واداشتم سری پیری و محلی که بیری آخی افلک زنو که باید اینم کار کنن بسن مرسون آخی چرا این کاره کردی؟ چی شد؟ تمام تقمارها رفت چی شده نداری؟ هم آدم کشته شدن به خاطر نظریات و تشکیلات شما ببین چی میگن؟ من نمیدونم الان نه تشکیلات نه ببین از اول حرف غلط نبیان نظریات و تشکیلات من نم یه واقعیت اجتماعی و شما تاریخ رو که نگاه کنید میبینید در هر تغییر و تحولی صدها و هزارها نفر کشته شد تنها اینجا نیست غیر از اینه من سوالم هنوز بی جواب موند. شما در این انقلاب چه چیزهایی دیدین که دفاع میکنین از این انقلاب؟ من یکی از اونهایی هستم که خیلی از این انقلاب صدمه خوردم ولی یک آن علاقه و احترام و آرزوم از این انقلاب دور بود. انقلاب بشه من این نوعی چه کار داره؟ بچه های ما رو کشتن عزیزترین کسانی رو که من داشتم توی حزب کشتن خودم دیدم وقتی که یک روز و شایدم مخصوصا من بردن که اینا رو ببینم اینا رو دیدم آورده بودن ملاقات من رو هم بردن ملاقات داد می زدن تو مادر سلام حالت کشتن کار آسانی بود تحملش واقعیت بود که وقتی حکم اعدام من رو دادن گفتم دندت نرم یعنی شما میگین انقلاب میتونه بکشه اپن ببره اصلا هست توی انقلاب کدوم انقلاب با نازم روز دوشو شده خواهش میکنم شما یه انقلاب رو برای من بریم هرچی یه کاغذ میلوشتم میخواستم معذرت رو نمیدونم غلط کردم گو خوردم فلان اینا بنویسن تو روزنامه ها من ایش کار ندارم خیلی روشن هم من هم کیا من نخواهم هم نوشتار یعنی امیدوارم که تا زنده هستم دست بشه این کاری نرم خب شما دیگه چی میخواییم بنویسیم؟ شما میگین انقلاب رو قبول داریم برای این انقلاب تلاش میکنیم درسته دوستان داریم انقلاب پیشرفت عزیز من چرا اینقدر خودتونه میزنیم به بیخبری؟ اینا از ما میخواستن که پشت بکنیم به اسم تودی نادرست بدونیم کار گذشتمون رو فرش بدیم نه من نکیتی ها گفته رسمن هر کی که به چرخ انقلاب نزدیک داره خطر برای او بیشتره ما به شرخ انقلاب خیلی نکنیم هر محبتی هر کاری که بدون سخت نظر کردن از نظریات خودمون از آمار خودمون به این انقلاب کمید نظر شما در مورد امام خمینی چیه؟ من فوق العاده بهش علاقه دارم به احترام او این سلطنتی که الان تقشم در آمده همه جا گفتن دست نشانده انگلیس رو از بین بود چرا ما اینقدر کوچیک میبینیم یه قدم خودمون برمیداریم اینقدر گندش میکنیم که خیال کن که دماوندی اما اون که این کار کرد سلطنت رو ریشکن کرد گفته هاشو بخونیم وقتی در پاریس بود در پاریس هم که بود ما بهش ارتباط داشتیم و یکی از آقایون گفته بود کیا چون خودش آخوندزاده است با آخونده ایرج اسکندر با آخونده علاقه داره گفتم لابد تمام شوروی و چین و اینا چون آخوندزادن خیلی علاقه الان پشیمون نیستین از اینکه به این راه اومدین ابدا چه سوال موسیقی اگر پشیمون میخواستم بریشم 15 سال پیش میشدم همه چیزم در اختیارم بود اگر میخواستم دروغ بگم و بگم پشیمونم موقعی که زندانی میکردم میگفتم معذرت میخوام میدویستم در هر حال زندگی
بستنی. ما داریم نگاه میکنیم این مغازه باز هست، اینجا مغازه باز نمیبینیم ما. همون نمیخوایم باز ببینیم. شما نگاه کنید، هر زیر مغازه ایدیم میگیم من دیگرم. در هر صورت دارین منو از گرسنگی از پا در میارین، راه درستی هم من. الان چی میخوایی بگیم؟ خب یه دونه بستنی، دو تا بیسکویت، یه دونه بیسکویت بگیرین. من دارم از گرسنگی میمیرم، من صبح ها غذا نمیتونم بخورم. اون معنا تنها استکان شیر رو میخورم، اونم ساعت پنجونی شیش دیگه تمام شد. اینه که این ساعت ها گرسنگی من رو با میداری به رسوایی. آخی بخ بخ نون رو نگاه کنی آدم مز میکنی. اون چی کار داری؟ بده به من. نه یه پودرشی میخواد بگیرم، پودر هر دوشی خیلی داغه خاله. باشه داغ باشه، داغش خوبه. بابا بخوریم، روتون بخوریم. اینقدر خوبه، داغه بستنی آوردم. خیلی بوده من گفتم همین یکی رو گرفتی؟ بی زحمت بیست. اینای دیگه بستنی نمیخوان؟ الان نخاله، بعدا میخوریم. من شما به مبدع هستی اعتقاد دارین؟ یعنی معتقدین که دنیا رو کسی فرق کرده یا نه؟ اولا شما حق این سؤال رو به هیچ وجه ندارین. اولا به چه مناسبت چه کاری؟ روی بر روی چه پایی؟ بنده بگم بله، چرا باید باور بکنی؟ بگم نه، چرا باید باور کنی؟ همین دیر خطه هست بزنیم. آخه شما نمار بریم، من در همه جا میگم وقتی یک نفر رو در فشار بگذارید این طبیعیه که مطابق میل تو هم بگذارید. اجازه به فرن حالام در فشاره. بله چهار نفر میشه اینجا منو میپایید و هر غلطی دلتون میخواد میکنید. این نه، حالا من نترسیم، ولی اساسا هر این مطالب باید دقیق باشه و میون کسانی باشه که میخوان روابط فلسفیشون رو یا نظریات واقعیشون رو نشون بدن. منظورم میدونی چی بود خاله؟ ستاره نوشته پدرم وقتی نمازش تموم میشد دست به دعا برمیداشت میگفت ای خدای عبدالحسین. خیلی قشنگ. من میخوام بگم همچین حالتهایی شما داشتیم. این بله بوده تو زندگی، در زندان بوده اتفاقا. وقتی اون همه فشار منو، اون همه منو زدن که تا دم مرگ رفتم و در یک کلمه از من نشنیدن، ولی خودم میفهمیدم که چی دارم میکشم. که گاهی قد به خودم میگفتم طاقت داری باز تحمل کنی؟ میزدم تو سر خودم نفخال پر سرد اگر طاقت نداری. اونجا دست به دعا بردی؟ نه، همونجا گفتم ایستادم روی حرفم و احترام دارم برای اونهایی که از روی عقیده دارم. کوه دماونده تو رو خدا، من خیال میکردم دماونده. آخه میخواستم یه چیزی که بهت بگم پرلو، من ایرونی، من تهرونی نمیفهمم این دماونده. ده دفعه سبحانا تکرار کرده این دماونده. نونور بر خوشحال خوردی؟ حالا درست شدی؟ خیلی
جمع کنیم. حالا شما رو یاد چی میندازه؟ دماوند شما رو یاد چی میندازه؟ یاد چی میفتم؟ یاد ایرون خودم، یاد تهرون خودم، یاد آرزوی ده سال خودم. آیا ممکنه من دماوند رو ببینم؟ هر روز صبحم پنجره رو که باز میکنم میگم دماوند من زیر سایه تو هستم، خبر داری یا نه؟ یک کدومتون بیاین پری من باشی. در مرگ کیا هم یک عشق نریختم، برای چی عشق بریزم؟ آیا عشق رو زنده میکنه؟ آیا درد منو میگن دردت کم میشه؟ من نمیخوام این درد کم بشه اگر با عشق نمیخوام. درد کیا با منی؟ راه میرم، حرف میزارم، اینجا میخندم، من این دائما با منه و آخرین دقیقش با نمیتونم یادم بشه. کاش آدم میتونست یک آن یک ذره یادش، ولی نه، کیا دائمان با هم. الان که اینجا میامدیم با خودم کیا جان جا تالی که بیایی برف رو ببینیم، سبزه رو ببینیم، حیف که نیست. ولی از این گفتنها، از این ناله ها، آیا اون زنده میشه؟ دارم نو کیا هست، ولی من کیای همچین حسوده شده خودم رو به هر موکیای ترجیح میدم. آخه این تفلکی نوکیا. شما چطوری اصلا با آقای کیانوری آشنا شدیم بعد با ازدواج کردیم؟ بله، اولا من با خانوادهش آشنا بودم، خانواده شیخ فضل‌الله، پدرم خیلی بهشون احترام میذاشت. علاوه بر این میخواستم خونه بسازم، کیا رو به معرفی یکی از دوستانم گفت که چرا به کیا نمی‌رجوع می‌کنی. اون رو خواستم، ازش خواستم، آمد، خیلی انسان، خیلی مؤدب، برعکس دیگران، احترام به زن بگذاره و تا آخرش هم می‌شد. احترام به زن و زن رو کمتر از خودش نمی‌دونید. طبیعیم از بچگی زیر دست خواهر و مادر این بار آمد، خواهر و مادر این رو بادار کردن که درس بخونه، چیکار هر کاری کردن خواهر و مادرش کرد. چند سال که گذشت خود کیا به من گفت، گفت بیا با هم دیگه زندگی کنی. یا خود من بود، گفتم در هر حال خیلی حرف می زدن در باره ما، گفتم چرا ما این حرفا رو تحمل کنیم، بیا با هم دیگه زندگی کنیم رسمن و درست و مثل همونجوری که می خواد. نمیبینی اشاق همه دوتا دوتا نشسته؟ دیدم اینجا به حسود یکیش تنها نشسته بود، دیدم اونا اشاق تنها نداریم که اشاق با همه اینا اینا دوتا. تبلکی ها خیلی میخنده. چی میخندی؟ خوب کردی، یه آینه بیارم بذارم جلوت که دل راحت بخندی. براتون نمیدونم گفتم یا نه، اون خرسی من بذار سر جاش اونجا پلوی. خیلی خوب، همونجا بذار. حالا چی کار بذارش پر اونجاش اونجاست. من به کیا میگفتم خرسی خان، نه این که مازندران بود. هم روز آخه گفت مری جان خرسی خان خودشم نمیدونم چی میخواد، چی میخواد این روزم چشم. خیلی راحت قبول کرده بود. نگاه
خیلی خوب. آخه ما زندرونی بچه جنگلی توش به من میگفت این ترکا از ترسشون نیومدن تو جنگلای مازندران. گفتم کاملا صحیح کیا جان، ترکا توی بیابون زندگی کرده بودن. ولی میخوام ببینم وقتی که از مازندران گذشتن شماها کجا میرین؟ مثل میمون همه تو رفته بودین روی درخت از ترستون. تفلکی پس خونه بودم داد میزن کیا جاش اینجا بود کیا جان؟ بله میام ها، اگه هم بیام بد میام ها، میام میزنم به تو میرم کیا جان. فردار پس بردار چون دای بد کیا جان میام ها، اگر هم بیام بد میام ها. یه روزیدم آمده پشت در پس خونه بایستده من چطه؟ گفت آخه تو گفتی اگر میام بعد میام و من دارم از ترس میلردم. گفت آخه جا چیقه تو نانوری خب باز دروگو دفلکی های من تا دقیقه آخر با من درباره که خب نهار چی میخوریم امروز مری جان؟ بعد رفت دیگه تا در را زندگی و هیچ کسم با همه سختی ها و درد ها نمیخواد زندگی رو ول کنه. این زندگی اینقدر گیراست، اینقدر زیباست، علاوه بر این ناخودآگاه و آگاه هم همه میدونن که وقتی تمام شد تمام شد. خب این نعشهایی رو یا استخوانهایی رو که بعد از چندین هزار سال پیدا میکنن کیا بودن؟ چی بودن؟ اینا هم بودن دیگه. مریم فیروز را هم در خانه جدید کیانوری می دیدم. من قبلا مریم را در خانه دوستداران فرهنگ شوروی و انجمن فرهنگی فرانسه دیده بودم. او زنی میانسال، زیبا و خوشپوش بود که در عین فروتنی در پی کسب شهرت بود. با صادق هدایت و فضل الله صبحی و رهی معیری شاعر و ترانه‌سرا نشست و برخاست داشت. وقتی به حزب توده گرایش پیدا کرد معروف بود که رهی معیری در وصف او گفته بود مریم آ جز تو که افراشته ای پرچم سرخ، نیست در عالم ایجاد یکی مریم سرخ. خب زندگی راست رو نمیدونم واقعا گاهی قد فکر میکنم اگر تمام اون چه کشیدم جلوی من میذاشتن که این خواهد بود من تحملشو میذاشتم یا انسان به مرور قدم به قدم میتونه تحمل کنه. این یعنی چه؟ ممکنه بفرمایین یعنی چه؟ ریش بنده هست؟ صدا میگیره اینم بادگیرشه. این بدبخت رو چه کردیم توی خروار ریش؟ اینم از کار شما در آن هنر نیست. هی نگاه میکنم میخواستم مدتون بگیرم فیشه ها رو پاک کنم. بس بچه ها نامیده رو Thank you.
فیلم دختر فرمانفرما رو دیدیم، ساخته ی محمد حسن دامنزن، مستندساز، فیلمی سمی و لطیف که در اون شخصیت فوق‌العاده قدرتمند مریم فیروز نقش اساسی رو در پیش بردن فیلم داره و فیلمساز آگاهانه فضای لازم رو برای اینکه شخصیت اصلی فیلم به تصویر کشیده بشه فراهم کرده. شیوه تدوین این فیلم هم سبب شده که این تک‌گویی اصلا خسته کننده و ملال‌آور نباشه. شاید هم کار شخصیت اصلی فیلم هست که این فیلم رو خسته کننده نکرده. چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ایران کم نیستن، اما مریم فیروز به رغم تبار اشرافیش یکی از اونهایی بود که به خاطر باورهاش مشقت‌های بسیاری رو در زندگی تحمل کرده بود. مریم فیروز که بعد از کودتای 28 مرداد 32 مخفی شده بود و بعد از 4 سال از ایران خارج شده بود، در زمان حکومت پهلوی به صورت غیابی به اعدام محکوم شد. او همراه نورالدین کیانوری همسرش در آلمان شرقی سابق اون تا وقتی که انقلاب شد و بعد از اون به ایران برگشتن. حزب توده در سالهای اول انقلاب از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکرد، اما در سال 1361 حکومت برخورد به این حزب رو آغاز کرد و سران و اعضای این حزب به زندان افتادن و خیلی هاشون تا پایان عمر زندانی یا تحت مراقبت افراد امنیتی بودن، سرنوشتی که نصیب نورالدین کیانوری و همسرش هم شد. مریم فیروز سال 1386 در سن 95 سالگی 8 سال بعد از مرگ همسرش از دنیا رفت. خب بریم سراغ مهمونای برنامه این هفته آپارات. خیلی ممنونم از حضورتون آقای بهنود و آقای امینی. بذارید بحث رو از خود فیلم شروع کنیم. چطور دیدید شما آقای امینی این فیلم رو؟ گمان میکنم که به عنوان یک برشی از مرحله آخر زندگی مریم فیروز فیلم قابل قبولی بود، ولی من اینو فقط یک مقطع از یک فیلم کامل تر بینه. به عنوان یک پورتری سینمایی یا فیلمی، یک تابلویی که از زندگی یک نفر ساخته شده باشه به هیچ وجه نیست، به دلیل اینکه اولا یک تک گفتار همونطور که شما اشاره کردید و هیچ نوع چالشی، هیچ نوع تلاشی از جانب فیلمساز دیده نمیشه که نکات تیره این زندگی رو برجسته کنه و رو کنه. از طرف دیگه هیچ بالانسی به قول معروف وجود نداره، یعنی هیچ طرف گفتگو نداره مریم فیروز. من اینو فقط به عنوان یک برش از زندگی. فیلم های شبیه این خیلی زیاد هست، یک مصاحبه در مثلا اگر این فیلم عنوانش بود روزهای آخر زندگی یا یک روز با مریم فیروز، برای من خیلی دلنشین بود که موادی فراهم کنه برای پورتری که یک روزی قراره راجع به مریم فیلم ساخته بشه. خب البته فیلمساز گاهی هم تلاش کرده بود در بعضی بخش‌ها که بتونه نقش مقابل رو ایفا کنه و چالش ایجاد کنه با مریم. من با شما اصولا، من فکر می‌کنم با شناختی من خودم از مریم خانم دارم، سخت این کار رو کردن، ولی بالاخره فیلمساز باید بیشتر وقت می‌ذاشته و احتمالاً با کسای دیگه‌ای که در کنار این زندگی بودن یا در تقابل با این زندگی بودن با اونا هم صحبت می‌کرده، بعد می‌تونست یک پورتری کامل‌تری از مریم فیروز تصویر کنه. خب آقای بهنود شما چطور دیدین فیلمو؟ فیلم خوبیه. به هر حال نگاه میکنید، به هر حال نگاه کردیم، به هر حال لذت بخشه. منطقه که شما از من بپرسیم که بیشتر مثلا موزیک انتخابی حسین علیزاده من تحت تاثیر قرار داد، مثلا پریسا میخوند جای خوبی موزیک به کار رفته بود، میگم اونا بیشتره. اینکه مثلا فرض کنید که شما اشاره کردید به شخصیت قوی، اون شخصیت قوی برآمده از یک کار مشخصی نیست، جز اون بچه‌ای که پشت دوربینن، بچه‌ها خیلی جوونی هستند و یکیشون هم منصوبه، بنابراین معلومه که مریم خانم با اونا چجوری صحبت میکنه. اگه جای اونا رو با یه آدم پیری مثل من عوض میکردین، لابد این نوع گفتگو یه نوع دیگه ای میشد، لابد اینجوری نبودش که به هر حال اونا به قول چالشی نمیکنن. اما به هر حال یک آدمی است پیره، همونطور که شما گفتید شخصیت مهمی است در تاریخ ایران مریم خانم. چقدر تهیه کنندگان فیلم اهمیت این موضوع رو میدونند من نمیتونم، نتونستم از فیلم بفهمم. 3 بخش مجزا داره زندگی این زن. اینکه کسایی که پشت دوربین هستن چقدر این 3 بخش رو میدونن، چقدر نسبت به بخش اولش آگاهی دارن، چقدرشو
واگذار میکنن به کسی که در 8 چند سالگی حافظش هم زری دچار مشکل شده، نشونی هایی که به خونه پدرش یا خونه این امیده غلطه و اینا به حال میشه نقص، ولی در مجموع به نظرم قابل قبولی. راست میگه آن. حالا سوای تکنیک های سینمایی به لحاظ فکت های تاریخی یا چیزها هم چیزی برای شما تازه بود یا حرف تازه ای داشت آقای بهنود؟ البته با این اشاره که خب شما خیلی خوب ایشونو میشناسید و شما هم که برای از نزدیک مریم فیروز رو میشناسید و دیدید. به هر حال من کتابی نوشتم به جای مریم خانم، به هر حال سال رفتم به جایش کار کردم بالا پایین، به خصوص بخش اولی زندگیش که اینجا تقریبا نگفته موند رو در آوردم، بنابراین قابل قبول نیست، شاید زیاد رای میکنم، ولی به هر حال تعداد جایی که اینجا برای خودم موقع دیدن فیلم ضرب در زدم که جایی بودش که ایشون به خاطر کهولتش، نه به خاطر حق بازیش یا به خاطر اینکه تلاش میکرده چیزی رو عوض کنه، از یاد برده یا چیز دیگه تو یادش مانده یا یه چیزایی که ناشی از اصولا اینو گفته باشم در یک جمله که ایشون آدم وفاداریست، مثل نسل همون نسلی که شما گفتین از آریستوکرات‌های وفادار ایران بیرون اومدن، به آران چی که تعلق پیدا میکنه به اون خیلی وفاداره، اول به عبدالحسین میرزاست که خیلی وفاداره، بعد به کینه به پهلوی هاست که خیلی وفاداره، بعد به کیاست که وفاداره، تاریخ رو از چشم کیانوری میبینه، این وفاداریشه به کیانوری، بنابراین هرچی کیانوری گفته درسته. حالا مدو ایشون باید بریم مثلا فرض کنه از مریم خانم سوال کنیم که اینکه شما رو شکنجه میکردن کیا گفته نگو، باید کیا که خودش همه چیز گفت، باید اون چی بود، یعنی این چه پیامی بود که نگو، شما چی میدونستین که باید نمیگفتین یا میگفتین، یا مثلا این تصویری که سعید امامی اومده شو اینا، سعید امامی تا اونجایی که ما میدونیم در اون دوره نبود، یعنی در این کار نبود، برای این فرض که بعد از اطلاعات بعد از دوم خرداد سعید امامی شخصیتی پیدا شده و در اونجا این تصور پیش اومده است که اون آدم بعدی که تو صحنه اومده بازجوه الزاماً اسمش سعید امامی بوده، اینا حرف گفته بوده و همه آدم بعدی های وزارت اطلاعاتی سعید امامی شده، سعید امامی نیست. آقا مریم فیروز توی این فیلم خیلی شخصیت قدرتمندی داره، چقدر این شخصیت در واقع در اومده توی فیلم، مثلا از کجا میاد این شخصیت قدرتمند با توجه به شناختی که خودتون دارید؟ شما اشاره کردین این بی تردید از اون پیشینه اشرافی است، ولی یک چیزی که باز شما گفتین تو فیلم روش تاکید میشه، کندن مریم فیروز از خانوادش به نظر من یه مقدار اینو سطحی نگری داریم میکنیم، اینجوری نبوده به اعتقاد من، همونطور که مسعود اشاره کرد اینجوری نبوده که مریم فیروز کاملا پشت کرده بخواه، اولا تمام خوبی و منش اشرافی همچنان تا آخرین سالهای زندگی به شهادت این فیلم در او بود. نکته خیلی مهم و به نظر من از ضعفای این فیلم که باید حالا چیز میشه بدیم به عنوان یک سند تاریخی اگر این بخواد منعکس بشه خطرناکه، این است که مریم فیروز به هیچ وجه نسبت به خانواده خودش ایشون اشاره کرد نظر منفی نداشت، همونطوری که توی فیلم با صراحت چندین جا از نصرت الدوله فیروز مثلا دفاع میکنه، اینا من اونو مقایسه میکنه مثلا با رضا شاه، من هیچ کی مورخی قبول نمیکنه که نصرت الدوله فیروز کمتر از رضا شاه آماده بوده برای پیروی از فرمایشات خارجی ها. این آقا اینو بهتر میتونه برای شما بگه. آقا بهنود شما کتابی دارید به اسم این سه زن، کتاب الان اینجا هم هست همراهتون، خیلی ممنون که آوردیدش توی برنامه. تو این کتاب البته خودتون اشاره کردید که توی این کتابتون قرار نیست در واقع وفادار به تاریخ باشه و خودتون رو از قید اصولا استنادات تاریخیش تا حدودی رها کردید با هم مقدمه‌ای که نوشتید. با این حال شخصیت مریم فیروزی، شخصیتی که ما الان توی این فیلم دیدیم، چقدر نزدیک بود به اون شخصیتی که شما دارید توی این کتاب؟ پیش شما فرض ذهنیتون؟ نه همون بود، شاید ذره کم داشت، البته این خوانندگان کتاب باید بگن. تو این فیلم من احساس نمی کنم که اگر که من کاملا ذهنم خالی بود میمدم میشستم اینجا، از این فیلم در میافتم اون ستا بالا و پایین های عجیب غریب زندگی این زن. تو فیلم هم همچین دایه‌ای نداره؟ نداره. درست. آقای امینی شما به حزب توده نزدیک بودید، به حال مریم فیروز رو دیدید صحبت هایی که مریم فیروز تو این فیلم میکنه، آقای بهنود یه مقدار اشاره کردن در مورد استنادات تاریخیش، حالا از نگاه شما این حرفا چقدر استنادات تاریخی داشت؟ یه مقدارش همون جوری که خب
پیروی از کیا، این در خاطراتش هم دیده میشه. مریم فروز بر متاسفانه برخلاف اون چیزی که سعی میکنه، چه سیمایی که سعی میکنه از خودش بسازه، هم در مسئله حزبی و هم در نگاه به گذشته خودش و اینا پیرو مطلق نورالدین کیانوری هست. او فقط همسرش نیست، بلکه قطب سیاسی خودش هم میدونه و در نتیجه خیلی از موازه کیا رو تأیید میکنه و حتی بدتر از اون گاهی وقتی از کیا هم چنو میزنه. برای دلیل اینکه مثلا همونطور که آقای بهنود اشاره کرد، کیانوری راجع به 15 بهمن تقریبا این مستند ایشون، البته کیانوری قبلا در مورد تیراندازی به شاه قبلا انکار کرده بود، ولی در پلنوم چهارم ما میدونیم به صراحت اینو گفتم، مصاحبه‌های دیگه هم گفته اینو که حداقل از ماجرا با خبر بوده. در حالی که مریم خانم توی این فیلم میگه که نه اصلا به ما ارتباطی نداشت، ما هیچ نمیدونستیم، و کیانوری هم میگه هیچ ما نمیدونستیم. در حالی که میگم که یعنی حتی اونجایی که کیانوری کوتاه میاد، مریم خانم حاضر نیست کوتاه بیاد. به خاطر تموج روایت‌های حزب توده هم در دوره‌های مختلف هست، تا همشو تفسیر مریم خانم نظری، چون دوره‌های مختلف اینا مجبور شدن که به سادر سیدی مختلفی از ماجرا بدن. ولی فیلم قرار نبوده که راجب حزب توده باشه یا راجب نقش تاریخی مریم فیروز. فیلم راجب یک پیرزنی هست که داره از خاطراتش میگه و در واقع ما شخصیت یک زن رو بیشتر داریم میبینیم، تا اینکه حالا استناداتی بخواد داشته باشه و مبنایی باشه برای قضاوت به عنوان اینکه حزب توده چی کار کرده یا اینها چه روایتی داشتن. ببینید، برای یک جوانی که با این سوابق تاریخی سرکار نداره، اطلاع کافی نداره، حرفش کاملا درسته. یعنی ما زندگی با همدلی هم اینو میبینیم، خیلی جالبه. زندگی خانم محسنی رو میبینیم که یک گذشته پرشکوهی داشته و الان زندگی خیلی عادی فروتنانه کوچیکی در یک آپارتمان محقری داره زندگی میکنه. خیلی جالبه این، یعنی این هیجانای کافی داره این زندگی. ولی اگه ببینیم پشت این زندگی، این به قول معروف به قول فرنگی فساده، یک نمای خارجیه، پشت این چه چیزایی هست. مریم فیروز حداقل در دو مرحله از تاریخ حزب نقش خیلی مهمی داشته و در این فیلم اصلا به طور کامل از این مراحل میگذرن. یکی در پیش از 28 مرداد یا در همون روز 28 مرداد مطابق روایت های کیانوری که ایشون رابطه اصلی در واقع حزب توده بوده با اون چیزی که گفت میگن اندرونی دکتر مصدق، و یکی پس از 28 مرداد ایشون به عنوان واقعا یک فعال سیاسی زندگی زیرزمینی فوق العاده پرهیجانی داشته که واقعا شایسته یک فیلم سینمایی جالب و ارزنده است. ایشون در تا وقتی افسرها زنده بودن در پیدا کردن مخفیگاه برای اونا، اینا البته یک دلیل داشته، برای دلیل اینکه کیانوری خب خیلی مسئول اون یک کمیته فعالیت‌های مخفی حزب بوده. کیانوری تمام امکانات مخفی حزب دست کیانوری بوده و اون جایی که نمیتونست خودش وارد بشه، مریم خانم با چادر میرفته و این کارا رو انجام میداده. ایشون نقش خیلی ارزنده‌ای داشته، نقش انسانی مثبتی داشته. در رسیدگی به خانواده های اینا، این خانواده ها بی سرپرست مونده بودن، زیر فشار پلیس بودن، بعضی رو کمک کرده اینا از ایران به خارج بیان، به مهاجرت برن، و بقیه اینکه تأمین بتونن به زندگی خودشون آبرومندانه ادامه بدن. به هیچ کدوم از این چیزا، یعنی حتی به نظر من در یک زندگی قهرمانانه از این زن هم تلاش کافی بود. متاسفانه نجیبه حافظه او با گذاشت. خب البته باز هنوز هم من معتقدم که این فیلم نیست درباره یک زن، تا درباره فعالیت‌های یک حزب یا فعالیت‌های سیاسی اون حزب. آقای بهنود اشاره کردن، آقای امینی، به در واقع نقش تاریخی این زن مریم فیروز. شما مریم خانم صداش می‌کردی؟ بله، اینجا به این نام معروف بود در مریم خانم. بله. خب این مریم خانم اهمیت و نقش تاریخیش چی حساب بهنود؟ بذارید من دو تا پلان به قول شما سینمایی‌ها بگم براتون. وقتی که شهریور 20 اتفاق افتاد، در یک خونه منحصر به فردی که تو حیاتش یک درخت 170-180 ساله بود و یکی از معدود جاهای خیلی خوب دکور شده تهران بود و یه سالن بسیار وسیعی داشت که توش 5000 جلد کتاب جا گرفته بود و توش جای این بودش که 50-60 نفر آدم بنشینند و کفش یک قالی عجیب و غریب ساخت مشهد بود که اون کنار نوشته شده بود که فرمایش جناب فرمانفرما. من شیفته این توصیفات شما در یه همچین وضعیتی هفته یه مرتبه جلسه برپا می شد. یه خانم فوق العاده شیک، اون روزی شیک عرض می کنم، در این حال زیبا،
میزبان بود، درست این تصویری است که شما میبینید از سالن‌های فرانسه، و هنرمندان زمان هم از نه چپ ها نه از هم مطیع الدوله حجازی، دکتر غنی و بقیه اومدن، بسیاری از شعرهایی که ساختن، بسیاری از قصه هایی که ساختن در این جلسه ساخته شد. در در ورودی که وارد می شدی یک میز خیلی بزرگی بود که هر بار این میز با انبوهی از گلها پرشو کرد. این حادثه بود. صاحب این مجموعه مریم خانم، این تصویرها از زندگی او که در تضادش با همین آشپزخونه کوچیکه و با همین خرس تو پلاستیکه و اصلا نگهداری لیوانهای ماست، اینها که نشونه زندگی خیلی کوچولوی میده، در تضادش که باید کنه، نه در حرف زدنش. ولی زیبایی فیلم به همین هم نیست که همین تضاد رو نشون میده، یعنی اون زن و اون شوکت و جلال و اون جلسات رو ما در واقع همیشه تو ذهنمون بوده از مریم فیروزوار، یه پیرزنی میرن که میره یه شونه تخم مرغ بخره، بیاره شونه تخم مرغ هم خرید پیشگنه با ماسته با عروسک تو پلاستیکی و صحبت کردن با اون عروسک. 50 چند سال بود به این زندگی افتاده بود. خب خیلی ممنون، حرف شما فکر می‌کنم حسن ختام خوبی بود برای بحثی که داشتیم در مورد مریم فیروز و این فیلم. مجالی برای ادامه این بحث نداریم. ممنونم از حضور مهمانان برنامه مسعود